صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که 20 هزار مورد وبا و اسهال حاد در 3 ماهه اول سال جاری در یمن ثبت شده است. در ادامه به گزارشی که همکارم در زمینه وضعیت اسفبار بهداشتی در یمن تهیه نموده توجه فرمایید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارشی که درباره وضعیت بشردوستانه در یمن روز یکشنبه منتشر شد، گفت که بین اول ژانویه تا 31 مارس 2024 نزدیک به 20 هزار مورد مشکوک به اسهال و وبای حاد در استانهای شمالی و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها گزارش شده است. این گزارش حاکی از آن است که 47% از موارد گزارش شده در شرایط بالینی حاد و شدید هستند، در حالی که میزان مرگ و میر از هر 100 نفر 1 نفر، یعنی 0.9% است. شیوع این بیماری عمدتاً ناشی از سیستم بهداشت عمومی در این منطقه بحران زده جهان است که تقریباً 1 دهه از جنگ فرسوده شده و منابع بهداشتی در آن از جمله واکسن کاهش یافته و با کمبود شدید منابع مالی و مواد غذایی روبرو می باشد. گفتنی است که وبا یک بیماری عفونی است که توسط باکتری های منتقل از راه آب ایجاد می شود و به سرعت در میان جمعیت پخش می شود. این بیماری در درجه اول از طریق مصرف آب یا غذای آلوده به صورت اسهال غیر قابل کنترل ظاهر می شود که در صورت عدم درمان می تواند منجر به ایجاد اسهال شدید، کم آبی شدید یا حتی مرگ شود. در گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن در ماه جولای سال 2023 نیز به تشدید این بیماری حصبه در یمن اشاره و تاکید شده بود که 88% کودکان مبتلا به این بیماری هیچ دوزی از واکسن را دریافت نکردند. کارشناسان بهداشت بر این عقیده‌اند که با استفاده از واکسن از حصبه، فلج اطفال و سایر بیماری‌های در حال گسترش در یمن که بدترین بحران انسانی در جهان را تجربه می‌کند، می‌توان جلوگیری کرد. در این گزارش تأکید شده بود که می‌توان از بسیاری از همه‌گیری‌ها و بیماری‌ها از جمله سرخک، فلج اطفال، سیاه سرفه و دیفتری در کودکان واکسینه نشده که درصد زیادی از مبتلایان را تشکیل می‌دهند، با تأمین به موقع واکسن و دارو پیشگیری کرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش آوریل خود نیز از مرگ 41,000 کودک در یمن طی سال گذشته در نتیجه بیماری‌های قابل پیشگیری خبر داد. این سازمان در این گزارش گفته بود که هر 13 دقیقه 1 کودک بر اثر این بیماری ها جان خود را از دست می دهد. از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران دعوت کردیم تا پیرامون این گزارش توضیحاتی ارائه دهند. آقای جوادی سلام و عرض ادب. آقای جوادی بفرمایید چه راهکاری برای بهبود وضعیت بهداشت و غذا در یمن با توجه به بحرانی بودن آن وجود داره؟ بفرمایید. آقای جوادی دوستان به من اعلام کنن آقای جوادی روی خط هستن؟ آقای جوادی یه مرتبه دیگه عرض ادب دارم و سوالمو میپرسم. آقای جوادی چه راهکاری برای بهبود وضعیت بهداشت و غذا در یمن با توجه به بحرانی بودن آن وجود داره؟ بفرمایید. سلام علیکم خدمت شما و بینندگان محترم این بخش خبری. در خدمت هستم، ببخشید اگر صدا نارسایی داره. بزرگواری. یه مقداری من عرایزم رو با مثال اینکه عقل سالم در بدن سالم است شروع میکنم. همونطور که مستحضرید، بحران یمن که ناشی از جنگ داخلی از سال 2009 و جنگ عربستان و متحدین هست، بیشک یکی از بحران‌های بزرگ و شدید روبه قرن اخیره که به دلیل جنگ ناخواسته
تحمیلی، حالا موجب تعطیلی و کسادی بسیاری از کسب و کارها و تولید شده. متاسفانه حدود 19 میلیون نفر رو درگیر فقر و فلاکت و مشکلات روحی و روانی و بهداشت رو تغذیه کرده. قبلا هم عرض کردم برای رفع بحران با فرض توقف فوری جنگ حداقل یک سال نیاز به زمان برای اصلاح سیستم و قضارسانی جهت وعده های حداقلی بخور و نمیر و کاهش هزینه دسترسی به غذا و بهداشت و دارو رو نیاز داره. متاسفانه رواج وبا و حسبه و بیماری های واگیردار و ناراحتی های گوارشی و روانی به صورت ریشه‌ای بحران رو در موارد انسانی تشدید میکنه. به نظرم ادامه کمک های بین المللی به صورت فراوانتر، کمک های فوری کشورهای منطقه و مسلمان باید تا رونق اقتصادی یمن صورت بگیره. در ضمن باید مد نظر داشت که نهادهای صلح بین المللی و حتی شخصیت های تاثیرگذار که من این رو تاکید میکنم و ثروتمند در جهان به صورت دعوت کشورهای منطقه و به خصوص ایران و سازمانهای بین المللی و انجیو ها و بعضی از شخصیت های تاثیرگذار برای پایان جنگ و کمک به رونق اقتصادی در یمن با توجه موقعیت بسیار مهم و استراتژیکی که داره و اهمیت اقتصادی بالای یمن و به خصوص اهمیت جان انسان ها اقدام عاجل کنند. و فکر میکنم بسیاری از مردم یمن از جنگ و ناامنی خسته شدن و همراهی کمتری از شعارهای دور زننده تقدس جاهلانه دارن و پایان فوری رو میخوان و امیدواریم که انشالله صورت بگیره و مردم از این بحران بسیار عمیق بیرون بیاد. من باز در خدمت هستم اگر صدای ما میاد. بله، با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران که پیرامون این گزارش توضیحاتی ارائه دادند.